همونطور که حتما تو خبرها هم شنیدید، ماجرای قتل یک فعال محیط زیست در ایران در درون رژیم تبدیل به یک بحران شده و در خارج کشور هم انعکاس زیادی پیدا کرده، به طوری که جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی هم ورود پیدا کردن به این قضیه. از جمله معاون دبیر کل ملل متحد اریک سولهایم هم به اصطلاح وارد این قضیه شده و این موضوع رو زیر علامت سوال برده، قتل رو که صورت گرفته. در جواب معاون دبیر کل ملل متحد، نهاد به اصطلاح حقوق بشر رژیم هم پاسخی داده، نهادی که ریاستش به عهده محمد جواد لاریجانی است و سعی کرده که پاسخ بده به حرفای معاون دبیر کل. در همین رابطه گفتگوی داریم با علیرضا مدنچی. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از حضورتون در گفتگومون. خواهش می‌کنم. منم به شما سلام می‌کنم، همینطور سلام می‌کنم و درود می‌فرستم به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی. بله. سوال من که استدلال‌هایی که این نهاد ستاد حقوق بشر رژیم برای اثبات خودکشی کردن دکتر سید امامی در جواب معاون دبیر کل ملل متحد داده، چه استدلال‌هایی بوده؟ ببینید، اگر که قتل دکتر سید امامی یک فضیحت محسوب میشه، این جواب به اصطلاح ستاد حقوق بشر رژیم اگر از اون فضیحت بیشتر نباشه کمتر نیست، چون که این نهادی که اسم خودشو گذاشته نهاد حقوق بشر، در واقع کارش توجیه جنایت و پاک کردن خون از دستان جلادان هستش. همونطور که گفتین، رئیس این به اصطلاح ستاد حقوق بشر جواد لاریجانی توریسیان اعدام و شکنجه و سنگسار هست در رژیم. بله. معلوم ازش چی در میاد دیگه. بله. اما از استدلال که پرسید، استدلال حقوقی، نه، سر تا سر این چیز رو که نگاه میکنیم، بیانیه رو، یک کلمه شما به اصطلاح استدلال حقوقی و حرف حقوقی پیدا نمیکنید. اصلا چیزش اینجوری شروع میشه: در پاسخ به فضاسازی های وسیع غیر مستند و خصمانه در خصوص خودکشی کابوس سید امامی، با این جمله شروع میشه. ببینید، قوقایی رو که شروع شده در خود ایران و در تمام دنیا علیه این جنایت خیلی روشن و آشکاری که صورت گرفته، یک استاد دانشگاه رو گرفتن و به جرم حالا هرچی، جاسوسی یا هرچی، و اعلام کردن که این خودکشی کرده. عجیبه که هر کسی رو که میگیرن خودکشی میکنه در زندان. بله. خب کمایی که بعضی از مهرهای رژیم پرسیده بودن که به فرض که خودکشی کرده، در زندانهای ما چه میگذره که آدما در زندان به فکر خودکشی میفتن؟ و یکی دو مورد هم نیستش که هر کسی رو که گرفتن تو عالم، 14 نفر از دستگیر شدگان قیام، اینها گفتن که خودکشی کردن در زندان. معتاد بودن، خودکشی کردن. معتاد بودن، خودکشی کردن. یا در اثر اووردوز مصرف مواد مخدر، که حالا معلوم این مواد مخدر تو زندان چجوری به دست اینا میرسه، اینا منجر به مرگ شده. علاوه در ادامه این به اصطلاح فضاسازی های وسیع و غیر مستند و خصمانه که این چیز کرده، ستاد حقوق بشر گفته، گفته که سازمان ملل و نهادهای تابع آن واحدهای مردمی یا NGO یا و یا رسانه‌ای نیستند، بلکه اساساً بر پیشفرض متشکل از کشورهای مستقل بنا شدند. لذا باید ضمن احترام به حاکمیت کشورهای عضو، قبل از هر گونه اظهار نظر رسمی موضوع را با کشور مربوطه در میان گذاشته و نظر رسمی آن کشور را استفسار نمایند. یعنی حرفش به سازمان ملل اینه که شما نماینده دولت ها هستین و بایستی به حق حاکمیت دولت ها احترام بگذارید. پس حق حاکمیت دولت ها از نظر رژیم اینه که هر کسی رو که از اتباع خودشون به هر نحو که تشخیص میدن و صلاح میدونن بکشن دیگه. کشتن، شکنجه و محروم کردن از حق حیات جزء حق حاکمیت طبق تعریف این رژیم. و میگه که اول شما باید از خود ما سوال میکردین قبل از اینکه چیز بکنید. این یکی. در ماده دوم میگه که قویاً نسبت به استفاده پوششی از این فعالیت‌ها برای مقاصد خصمانه، به خصوص تجاوزات نظامی و اقدامات تروریستی، هشدار میدهد.
از سازمان ملل و نهادهای مربوطه انتظار می‌رود به آمریکا و تمام کشورهایی که از صرفاً از عنوان مدافع محیط زیست استفاده نموده و مقاصد غیرقانونی و خصمانه و تجاوزکارانه خود را دنبال می‌نمایند اختیار جدی بدن. این حرفا حرفای ستاد به اصطلاح حقوق بشر ها، ضمن تکرار همون عواطیل رژیم که اینها به اصطلاح فعالیت برای محیط زیست و اینا پوشش به اصطلاح جاسوسی بوده، میگه شما بایستی جلوی آمریکا رو بگیرین و کشورهای غربی رو بگیرین که از اینها استفاده میکنن برای مقاصد تجاوزکارانه و تروریستی. این رو به اصطلاح سخنگوی یکی از اجزا و نهادهای این رژیم تروریستی داره میگه. و بعد در ماده سوم دیگه تعارف رو کنار میذاره و روزه آهوناله و این از مجاهدین رو سر میده که سوء استفاده وسیع‌ترین در این زمینه با تسامح غیر قابل توجیه سازمان ملل همراه شده و آن پوشش فعالیت‌های تروریستی با برچسب مدافعان حقوق بشر است. و اینجا طلبکار سازمان ملل در اومده که شما چرا از سازمان‌های تروریستی مثل سازمان مجاهدین حمایت می‌کنید؟ و به این ترتیب همونطور که عرض کردم یک کلمه در مورد به اصطلاح استدلال حقوقی و اینها در مورد این چیز یا دفاع از حقوق متهمان زندانی در این چیز شما ستاد در بیانیه این ستاد حقوق بشر پیدا نمی‌کنید. همش طلبکاری هست و همش توجیه جنایت هست. درست، حالا میگید همش طلبکاری و استدلالی نکرد، یعنی نکته ای توش نیست. ولی به هر حال فیلم خودکشی رو که نشون داده، در این مورد نظر شما چی هستش؟ خب اگر این فیلم خودکشی واقعا قانع کننده بود، اول نماینده های خود مجلس رو قانع میکرد. و یا اگر قانع کننده بود، اینو میمدن تو تلویزیون نشون میدادن، نمایش عام میدادن که دیگه این بساط جمع بشه. این هم یک فضاحتی است علاوه بر فضاحت های دیگه. هر رژیم که دست به هر توجیه و اقدام توجیهگرانه میزنه، این منجر به یک فضیحت جدیدی میشه و یک فضیحتی علاوه بر اون فضیحت قتل و جنایتی که انجام داده. ببینید اینا میگن که این فیلم مدار بسته‌ای که گرفتن، این دکتر سید امامی رو در حالی نشون میده که داشته شیئی پرتاب میکرده به سمت لامپ سلولش که مثلا این رو بشکنه و با شکسته های اون رگ خودش رو بزنه. بعد نمیدونم رفت خواب چجوری داشته آماده و مرتب میکرده که از بیرون اینجوری به نظر برسه که این توی رخت خوابش خوابیده. ظاهراً این دوربین مدار بسته اصلا برای این کار گذاشتن که جلوی به اصطلاح همین خودکشی چیز رو بگیرن دیگه. و به نظر میاد که اون اپراتور مربوطه نشسته بوده این رو مثل یه فیلم سینمایی تماشا میکرده. و به طوری که خود نماینده های مجلس گفتن که این فیلم لحظه خودکشی رو نشون میده که و قانع کننده نیست. خب وقتی که برای نماینده های مجلس که جز مثل همین ستاد حقوق بشر ناچارند از آن بکنند که این قانع کننده نیست، پس برای هیچ کس قانع کننده نیست. بیدلیل نیستش که این رو نشون نمیده و اینا. ببینید همونطور که عرض کردم این تنها مورد نیستش. الان توی همین دستگیر شدگان قیام همونطور که گفتم 14 نفر کسانی هستند که رژیم اینها رو در زندان‌ها زیر شکنجه کشته و بعد با نهایت فضاحت و سخافت میگه که اینها معتاد بودن، خودکشی کردن. خب اینم یک نمونه از همونا که الان اینجوری گیر افتاده و باعث یک بحران اجتماعی شده. این که رژیم در این موقعیت هم دست به همچین کارهایی میزنه و بعد اینجوری به افتضاحش بالا میگیره، این هم خودش یکی از نشانه‌های مرحله پایانی این دیکتاتوری ضد بشری هست. بله، حالا شما این که میگید این کاری که میکنه فضاحتش بالا میگیره، سوال پیش میاد که پس چرا اصلا این کارو میکنه و میدون میده به ادامه این کار اگه اینقدر ضرر داره براش؟ ببینید خب این رژیم ماهیتش همون ماهیت رژیم خمینی، همون رژیمی که سال 60 200 چند صد هر شب اعدام میکرد، همون رژیمیه که سال 67 قتل عام زندانیان 30,000 زندانی سیاسی رو انجام داد. ماهیت که تغییر نکرده. بله. اما شرایط طوری تغییر کرده که ناچار الان برای اون جنایتی که در زندان میکنه، برای یک موردش بیاد این
به اصطلاح بساط رو بچینه و خودش رو درگیر یک همچین فضیحت‌های مکرر و پشت سر همی بکنه. در واقع جواب شما در یک کلمه بنبست سرکوبه. رژیم در سرکوب و در اعدام دچار بنبسته. همونطور که رهبر مقاومت در پیامشون گفتن، در رابطه با قیام هم همینطوره. اگر که شلیک بکنه به سمت قیام کنندگان مستقیما در خیابان، یعنی به طور عام، خب نفت می‌ریزه روی آتش قیام و شعله‌های قیام بالا می‌گیره. اگر هم نکنه این کار رو، به گسترش قیام و گسترش اعتراضات منجر میشه و بهش کمک میکنه. در رابطه با اعدام‌ها هم همین. ببین این رژیم هیچ مسئله نداشت که سالهای قبل، سالهای گذشته، وقتی که به اصطلاح دوچار این اعدام ها نشده بود، دوچار این شرایط بین المللی که الان گریبانش رو گرفتن نشده بود و اینجور تغییر مرحله‌ای نداشت، خب اعدام میکرد، صد تا صبح زود هم در تلویزیون اعلام میکرد، اسامیشون هم میگفت، هیچ مسئله‌ای هم ظاهراً براش پیش نمیمد. اما الان رژیم در این مرحله، ببینید، دست به هر جنایتی که میزنه در اول در درون خودش تبدیل میشه به جنگ درونی باندها. شما ببینید که الان خود این مسئله به یک بحران درونی رژیم تبدیل شده. از اون طرف مثلا باند خامنه ای و اینا میان این رو به عنوان یک نمونه و مصداقی از نفوذ و توطئه های استکبار و غرب و اینها میگیرن که تحت عنوان برجام داره انجام میشه و تحت عنوان محیط زیست و فلان اینها. از اون طرف هم اون جناح به اصطلاح جست اپوزیسیون میگیره و میگه که این کارهایی که شما میکنید به خاطر به هم زدن مثلا اون طرحی است که ما داریم میخواستیم انجام بدیم و همون تعامل با جهان و اینها. در درون خودش منجر به یه همچون بحرانی میشه، در اجتماع منجر به یک بحران اجتماعی میشه. ببینید چه کسی این حرف رژیم و این توجیهات رو قبول میکنه، به طوری که مثلا توی همیشه میبینیم که 2000 نفر از دانشگاهیان و از فعالان حقوق مدنی و اینها مثلا نامه مینویسن و روحانی مجبور میشه که یک هیئت 4 نفره متشکل از تعدادی از وزیران و اینا تعیین بکنه برای این. نه. اصلا خود همین که روحانی یک هیئتی رو به اصطلاح مأمور و موظف میکنه برای تحقیق پیرامون این، یعنی اینکه زیرا به اون ادعاهای قوه قضاییه در مورد این خودکشی رو به این ترتیب میزنه دیگه. یعنی همه حرفایی که قوه قضاییه زده بود اینها پوشالیه و قابل قبول نیستش. بنابراین هم در دست به این کارها که میزنه، هم در درون خودش، هم در سطح بین المللی، همونطور که اشاره کردید معاون حقوق بشر دبیر کل موضع میگیره و تلویحاً و با بیان دیپلماتیک رژیم رو متهم میکنه به قتل دکتر سید امامی و هم بحران اجتماعی. اینها همه پیامدهای مرحله است و انعکاس مرحله است که رژیم در اون در این مرحله داره به سر میره. این هم مرحله پایانی عمر این دیکتاتوری ضد بشری است. خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. خواهش